اصلی هم شده غیر از این هم نیست. خب دیگه آخه ما الان میریم کارت آبربانکمون رو به همون فروشگاهی که ازش داریم خرید میکنیم میدیم، میگه رمزتو بده بزنم، اسمش رمزه ولی از من میگیره که خودش وارد کنه. منم میدونم که باید بدونم این تخم مرغ از کدوم محل اومده، چجوری اومده، شیوه تولیدش چی بوده، ولی عملا کسی به من این جواب نمیده. بله. اینا چیزاییست که باید الزاماً در مورد محصولات سالم و ارگانیک مخصوصاً باید به مشتری داده بشه. فقط این نیست که یک نشان زده بشه، نشان گویای این هست که این مسیر رو درست طی کرده، ولی واقعیت این هستش که من باید بدونم گرید داره، طبقه بندی داره. ما با تغییر یه آلاینده میتونیم قیمت رو تغییر بدیم، این حق مشتریه که حتی اگر چای سالمی میخوره نسبت به یک چای دیگه ممکنه سلامتش کمتر باشه، این حقشه. این باید بیاد در لیبلینگ. یکی دیگه هم خیلی مهمه، اصلا بازار سلامت از نوع غذای سالم یه بازار گسترده نیست که کسی بیاد طمعش رو بکنه. الان در قانون کشور ما 25% تولید محصول سالم خواهیم داشت، یعنی حداقل تو الان جوری نیستش بله. کسی طمع بکنه، تقلبش هم جواب نمیده. برای این چیز اصلش سلامته. خب یک بار که بخرن ناسالم باشه خب نقض قرضه دیگه. مشتری باید به محض اینکه تخم مرغ میخوره اثرش رو بفهمه. اثرش چیه؟ اثر غذاییش رو نمیدونم مثلا چی اثر غذاییش. خب ببینید یه تخم مرغ بومی از نظر پروتئینی که در زرده هست، از نظر طعم و مزه‌اش خودشو نشون میده. یعنی احساس سیری با یک تخم مرغ بله کاملا اینجوریه. من تصاویری دارم، حالا میتونید مقایسه کنید اندازه تخم مرغ محلی و تخم مرغ حتی دو زردهشون. ولی اگه اومدیم رنگ دادیم به مرغ، رنگ دانه دادیم که بخوره مثلا بره تخم مرغش خود قهوه‌ای بشه، میدیم با این کاری که ممکن تو بازار اتفاق بیفته. عجب. بله اینا تو حوزه بازار زیاد هست از این بحثا. اینا مشتری میفهمه فوری. ما باید در حوزه سلامت این دامنه و این پرانتزی رو که باز میکنه روی دقیق عمل کنیم و بگذاریم آرام آرام توسعه پیدا کنه. طیفی رو که میخوایم الان با غذای سالم نجات بدیم باید تعریف داشته باشه. از نظر من ببینید باز میگم حتی مخاطب یعنی بخش اصلی خواهان من مادرانند. چرا؟ چون مادران در بنیاد سلامتشون جسم و جان تأثیرات خودشونو میذارن. دیگه الان وقتشه که به ما بگید تأثیر مادران و همسران در ارتقای سلامت خانواده از چه روشی بیشتر امکان پذیره؟ گزینه یک عدم خرید و تهیه غذاهای ناسالم، گزینه دو آموزش به کودکان و اقدام به صورت چهره به چهره، گزینه 3 تهیه مدل‌های غذایی سالم در خانه و مهمانی‌ها، و گزینه 4 ایجاد گروه‌های خانوادگی برای ترویج فرهنگ سلامت غذا. کدومش های دکتر مهدی زهرابی؟ خب به هر حال این سوال برنامه است. همه اینها درسته، منتها با یه ظرافتی ما اینا رو چند گزینه درست گذاشتیم تا بهترین انتخاب بشه. ببینید هر کدوم از اینها اتفاق خیلی خوبی است. وقتی دیگه مادر موقع خرید همراه فرزند و شوهر اجازه نمیدهد که در سبد خریدش چیزی که دیگه تشخیص داده به ضرر خانواده و سلامت خودش خرید کنه، این اولین قدم عالی است. یعنی بهترینش هم همین هست؟ نه، این اقدام بسیار عملیاتی خوبی است. خب درست، همین مادر گزینه یک، همین مادر در گزینه دو چه میکنه؟ آموزش به کودکان و اقدام به صورت چهره به چهره. شروع میکنه مادرم این غذا رو نخور، ببین اون دکتر چه گفت، ببین اون دکتر چه گفت، ببین اون که خورد چه شد. ولی اینجا باز ممکنه تأثیر خیلی عمیق نباشه. به هر حال بچه‌ها دوست دارن چیزای خوشمزه رو بخورن و بازارم خوب بلده چجوری یه چیز خوشمزه رو مطرح کنه. سومی چیه؟ تهیه مدل‌های غذایی سالم در خانه. این مادر حالا بعد از اینکه قدم خریدش رو انجام نداد، آموزش چهره به چهره داد، حالا آمد یک غذای ایرانی بسیار با ارزش غذایی بالا رو درست کرد که یک کمی فعلا ذائقه بچه‌ها و خانواده‌مون نمی‌پسنده و گذاشت در سفره، یعنی الگو رو درست کرد و گذاشت و خودش با لذت شروع کرد به خوردن. این چقدر تاثیر میکنه؟ قطعا خیلی بیشتر. بله به حال تجربه این وسط ذائقه بچه شروع میکنه به تغییر. اما چهارمی خیلی مهمه، یعنی ایجاد گروه‌های خانوادگی برای ترویج فرهنگ سلامت غذا. بحث فرهنگیه. این فرهنگه که اقتصاد و حولش میده جلو. اینجا اینطوره.
اقتصاد بیاد فرهنگ رو خرابش کرده. ببینید که اقتصاد غذا، غذای ناسالم، اونا فرهنگ غذا رو به هم ریخته. اما اگه فرهنگ غذای سالم بیاد و توسط خانواده ها ترویج، خانواده ها همون کانون خانواده، همون چهار نفر، همون فامیل های اقوام نزدیکان. من باز یک مثالی بزنم. در یک خانواده یکی از دوستان میگفت من خیلی تلاش کردم، یکی از نزدیکان من خب خیلی چاقه، هر وقت بهش ایراد میگفتم میگفت من به این شکم زحمت کشیدم. ولی خانم اون شخص وقتی مبتلای به بیماری شد خطرناک و بعد شروع کرد به تغییر در رژیم غذاییش، دیگه اون شوهر اون شوخی رو نکرد و متوجه شد که خودش هم در معرض خطره. این فرهنگ سازی با این تشکل ها اتفاق میفته، با همون دور هم نشستن ها، تو مهمونی ها صحبت کردن ها، برداشتن همه اون چیزهای بدی که روی سفره و میز هست و جایگزین کردن همه اون چیزهای خوبی که هست. من یه مثال براتون بزنم. در یکی از روستاهای کوچک کاشان، این روستا شاید 400 نفر سکنه داره، در اون روستا 200 تن، محاسبه دقیقه، 200 تن توت سفید سالانه زیر درخت ها عبه میره. چرا؟ برای اینکه هیچ کسی برای توت سفیدی که باید جمع بشه جایگزین قند بشه قدمی بر نداشته. عجب. حالا آیا خانواده هایی هستن که همت کنن توت رو بیارن جای قند سفیدشون بذارن و زاغه خودشون و بچه ها و شوهران و خیلی هم شیرین و دلچسبه، خیلی قابل استفاده است و خیلی پر انرژی. شما حتی چایی که ما توصیه نمی کنیم به دلایلی، مثلا این چایی که رنگ و اسانسه، ولی اگر هم اون رو با توت بخورید انرژی ازش کسب کنید و توت خشک رو بریزید داخل جیب بچه، مثل قدیم که ما بچه بودیم نخود و کشمش و توت رو میریختن تو جیبمون. ما این غذاهای اسنکی رو نداشتیم که همش هم آسیبه، رنگش آسیبه، شوریش آسیبه، ماده داخلش آسیبه. خب اینا رو بریزیم داخل جیب بچه، کیف بچه، این بخوره در روز. خب این نقش تشکله و ما به دنبال این نوع، اون که عرض میکنم که جای آموزش خالی، این که حالا چگونه این تشکل رو شکل بدیم، این هم آموزش داره. وقتی عده آماده شدن چگونه اینا رو ساماندهی کنیم، چجوری سازماندهی کنیم؟ ما نیاز به تولید و ایجاد باشگاه های سلامت داریم. باید جمع های جمع بشن بگن ما 100 نفر خانواده سلامتیم، به نام خانواده سلامت ما تصمیم گرفتیم مثلا در این خانواده برنج رو کم مصرف کنیم و اینجوری مصرف کنیم. این خودش محرک بازاره، این اقتصاد رو شکل میده و اون خانواده آموزش های مکرر دریافت کنن. یه اشکالی هم ما در حوزه آموزش داریم، اجازه بدید اشاره کنم. آموزش های مقطعی، بریده بریده، ضرباهنگی، اینها درسته که ممکنه یه تکون بدند اما وقتی بعدش خوراک بعدی نباشه رها میشن، گاهی اوقات اصلا این ضد ارزش میشه. من خواهشم اینه، یک گلگیست، نمیدونم واقعا، با من یه معلم میخوام گلگی کنم، میخوام به مدیران ارشد کشوری بگم، میخوام به مردم بگم چقدر هزینه آموزش رو در خانواده دارید، چقدر پول بابت آموزش درست میدید؟ خانواده های مدیران، خانواده ها و مدیران وقتی بحثش پیش میاد، وقتی من به سازمان میگم نیاز هست کارمندان تو رو آموزش بدم، سالن بگیر براشون، جلسه بگیر براشون، هزینه استاد بده، هزینه ماشین بده، هزینه یک قرفه نمونه رو بده، بلافاصله میگن بودجه نیست. ولی وقتی که همین سازمان میخواد به درمان این پرسنل خودش انجام بده، در سال چقدر هزینه میکنه؟ میلیون ها تومان، خیلی زیاد. ببینید خیلی نکته مهمه، ما آموزش های خیلی عوض بخوام اصطلاح به کار میبرم نظری داریم، مجانی صحبت کردند، بریده بریده گفتن، تلنگر زدن و رفتن، رها کردن. نتیجه میشه که شما یک جریان فرهنگی رو شاهد نیستید. بهتر اجازه بدید این لقبی که برای این آموزش ها یاد کردید رو عوض بکنیم. به حال
نذر خودش مقدس جذاب و کامل هم اتفاقا باید انجام بشه. آموزش نذری اتفاقا یعنی میشه آموزشی کامل داره انجام میشه، نه تو چیزی کم گذاشت. علت آوردن این اسم چی بود؟ چون رایج شده در بعضی از محافل، اما من میخوام بگم نذر یعنی پول خرج کردن. یک کسی بوده است، یک کسی بوده این هزینه رو داده. آفرین. پس داده. من هستم که توجه ندارم که دارم مجانی دریافت میکنم. وقتی دارم مجانی دریافت میکنم دلیل به این نیستش که توجه نکنم رهاش کنم. ما باید سیستمی رو ایجاد کنیم که هزینه کنیم برای آموزش ها. اگر دولت آمد در یه جا همون سازمان به عنوان یک نظر فرهنگی گفت این مبلغ رو میذارم، کسی رو دعوت میکنم، من خیلی جا دعوتم میکنم، میگم باشه اشکالی نداره، ولی هر کی میاد تو سالن میشینه باید دست کنه جیبش 1000 تومان بذاره، اون پولم مال من نیست، بذارید کنار براشون یه کار فرهنگی دیگه انجام بدید، ولی من باید دست کنم جیبم و این پول رو روی میز بذارم. اقدامی که الان در حوزه کارآفرینی تحت عنوان سرمایه‌گذاری جمعی داره ازش یاد میشه. دقیقاً. از 1000 تومان تا میلیون ها. بله. چون وقتی من برای آموزشم پول خرج میکنم اثرش رو میبینم. بله. اینجا هم همینه. خانواده ها باید بیان منسجم بشن، باشگاه ها باید شکل بگیره، فرهنگ سازی باید عام انجام بشه و بعد دولت بیاد کمک کنه به توسعه. بله. بسیار خوب. خیلی ممنون. از شما سپاسگزارم دکتر مهدی زرابی، متخصص سلامت غذا. امیدوارم که بیشتر بتونیم باهاتون همراه باشیم در برنامه اردیبهشت. از شما هم سپاسگزارم، برنامه اردیبهشت رو همراه بودید، همراهی هم کردید. یادمون باشه در این اوضاع احوالی که داریم به آب هم توجه کنیم، چون تشنه است، تشنه توجه ما و شما. خدا نگهدار.